سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشید. امروز تاریخ 9 بهمن ماه سال 1402 و اومدیم بازم پیاده روی کنیم طبق رسم هر روزی که داریم تو این کانال، و ساعت 3 که اومدیم به یکی از واقعا دیگه میشه گفت نوستالژی ترین و قدیمی ترین خیابون‌های تهران، جایی که حالا جلوتر بهتون میگم چه اتفاقات داخلش افتاده. خلاصه زیاد صحبت نکنم، اومدیم به لاله‌زار، خیابون لاله‌زار که یکی از واقعا قدیمی ترین خیابون‌های تهرانه و اتفاقات بسیار زیادی داخلش افتاده و حائز اهمیته. کار برای امروزش بحث ابزار و الکتریکی‌های مختلفه که لوازم ولی لامپ و تجهیزات ساختمونی و اینا به فروش میرسونن، کابل برق و سیم و ارزم به حضورتون ابزارهای بالاخره مختلف و مهتابی و نور رو من اینجا دونه دونه میبینم خدمتتون دارم عرض میکنم و بازار معروفیه تو این زمینه ابزار. ارزم به حضورت این کاربری امروزشه و یکی از خیابون‌های مرکزی شهر تهران که این خیابون از جنوب به میدان امام خمینی یا همون توپخونه و از شمال به خیابون انقلاب اسلامی یا همون شاه رضا قدیم منتهی میشه. خب بریم سراغ بحث شیرین تاریخش. لاله‌زار در اواخر دوره قاجار یعنی زمان احمدشاه قاجار و اوایل پهلوی نماد نوگرایی و هنر ایران بود و شانزلیزه تهران لقب گرفته بود این خیابون. بسیاری از تئاترها، رستوران‌ها، تجارتخانه‌ها، کاباره‌ها، پیاله فروشی‌ها، خیاط‌خانه‌ها و سینماها و فروشگاه‌های معروف ایران توی این خیابون قرار داشتن، برای همین نماد نوگرایی بود توی تهران و ایران و همچنین موسیقی و سبک کوچه بازاری هم توی این منطقه متولد شد و فراگیر شد، امروز هم وجود داره که بعدها در دوره پهلوی خواننده‌های معروف موسیقی عامیانه ایران مثل مهوش و آفت و قاسم جویلی و تاجیک و روپرور و آقاسی و سوسن و ایرج حبیبی همگی در لاله‌زار به روی صحنه رفتن و برای همین میگم که بالاخره این خیابونی که ما داریم پیش قدم میزنیم توی سال 1402 یه زمانی برای خودش بروبیایی داشته، داستان‌های مختلفی داشته اینجا در زمان قاجار پهلوی و این خیلی حائز اهمیت همشه. خیابون هایی توی تهران و من خودم خیلی علاقه دارم، یک نوشتم از آقای جعفر شهری توی کتاب تهران قدیم براتون بگم که به طور خلاصه میگه که عشقی و عارف بهترین نمایشنامه های خودشون رو توی سالن گراند هتل اجرا میکردن و خب مردم خیلی میومدن جمع میشدن و زیباترین خانوم ها و دلرباترین پسرها، خوشتیپترین پسرها توی این خیابون وقتشون رو میگذروندن و توی این خیابون همیشه دیده میشدن که این خیلی آزمیت بود. به طور خلاصه این متن رو از این کتابیشون یعنی جعفر شهری براتون خوندم که خیلی جالبه که یک زمان این خیابون دیگه میشه گفت خیلی مدرن بوده تو زمان خودش و جوان‌ها خیلی اینجا رفت و آمد می‌کردن، به قولی خیلی متفاوته دیگه الان با الان با چهره الانش. چهره الانش یک چهره کاملا بازاری و ابزاریه که مثلا خیلی متفاوته با کاربری قدیمش که مردم برای تفریح و اشغال و به قولی خودمون می‌خوام راحت‌تر بگیم اینجا می‌اومدن. عمارت‌های مختلفی به چشمم داره می‌خوره که مشخص خیلی قدیمیه و برای همون دوره هاست و میگم سینما رکس هم حالا اگر ببینمش براتون ویدیو میگیرم. واقعا در دیوار که نگاه میکنم خیلی چیزایی هست که هنوز باقی مونده از قدیم و مشخصه. به هر حال ما هم یه روزی هممون از بین میریم، نسل های دیگه میان 200 سال دیگه، 300 سال دیگه و داستانه ما هم براشون جالب میشه. نحوه دسترسی
اینجا هم حالا ما از طریق مترو دروازه دولت اومدیم، از طریق مترو امام خمینی هم میتونید بیاید، یعنی اون تو خونه، از طریق مترو سعدی هم میتونید بیاید. ما انتخاب اون دروازه دولت بود، خیلی نزدیکتره. مغازه مختلفی هم داخلش وجود داره، لوستر فروشی خیلی دارم میبینم. ما الان داریم به سمت میدون امام خمینی میریم، در اصل بالای لاله‌زار شروع کردیم. کلی رینگ لایت و بحث نور، نور خیلی وجود داره اینجا، لوازم منزل. Thank you.
ورودی اول دانشگاه. من میام اونجا. میخوام ببینم چی میگه نتیجه رو شما اعلام کنم. واقعاً این نما رو میبینم اصلا متعجب میشم چقدر خاص، چقدر این ملکا برای کیه؟ یعنی از اون موقع خرید فروش شده؟ نمیدونم، جالبه. بالاش همه جنس ریختن دارم میبینم. ملکا برای زمان قاجار آخه چجوری میتونه دست به دست اومده باشه؟ ما بتونیم این خیابون بگذریم اونا رو کردیم پر از موتوری. اینجا دیگه رسیدیم به تقاطع جمهوری و لاله‌زار. دوباره لاله‌زار رو میریم داخل تا برسیم به میدان آخوندی. آقا اینجا خیلی شلوغ‌تره تا اون ناحیه که داشتیم قدم می‌زدیم. یه جورایی میشه گفت دیگه اصل لاله‌زار اینجا. کل لوازم برقی خونه شما بخواید دیگه اینجا تعمیر میشه. برقی ساختمون بهتر بگم، همه چی دیگه به کمترین قیمت ممکن اینجا پیدا میشه دیگه. از اینجا پایین‌تر وجود نداره. ریسو و چیزها رو خودتون دارید توی دوربین میبینید. من خودم من اینجا دید بسته از باید برگرده با گاری که داشت. خب اینجا تو دل لاله‌زاره، یعنی کوچه برلین، و دیگه شما اینجا ابزار نمی‌بینید. جالبه، همش پوشاک زنونه و بچگونه و ایناست. اینجا هم یه ویدیو می‌گیریم، لوازم آرایشی و این چیزا هم هست. اینجا هم یه ویدیو می‌گیریم، دوباره برمی‌گردیم به مسیر اصلی لاله‌زار خودمون. اینجا هم جالبه، دقیقا تو دله لاله‌زار وقتی به وسطش میرسیم یک کوچه هست به سمت راستش برلنه و همچین نمایی هست که خودتون دارید میبینید. حالا جنسای زنونه و بچگونه بیشتر هستش، مردونه ها زیاد نمیبینم. با لوازم آرایشی هم تک و توک دیده میشه. یه خورده اینجا قدم میزنیم تا انتها، دوباره برمیگردیم به مسیر اصلی. خب این از کوچه برلین، دوباره برگشتیم به مسیر اصلی تا با هم دیگه پیاده روی اونو ادامه بدیم.
این سینمایی هم که میبینید اسمش سینما ایران لاله‌زاره که تو سال 1335 احداث شد. خب تو زمان خودش 1200 سنوری داخلش بود و الان هست، ولی سینما در سال 1370 به دستور وزارت ارشاد از گردش کار خارج شد. این هم اینجا باز خودش بروبیایی بوده، اصلا خیابون به شدت خوشوزرونی بوده اینجا. و چیزی نگم، ادامه مسیر میریم. خب دیگه ما اینجا دیگه ویدیو رو قطع میکنیم، دیگه 200 متر دیگه 200 متر دیگه به انتهای لاله‌زار میرسیم و میدون امام خمینی. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید، حتما نظرتون رو برامون کامنت بکنید، با ما پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید، مشکلی نیست و پذیرای کامنتاتون هستیم. این ویدیو رو هم اگه دوست داشتید لایک کنید. فعلا خدا نگهدار.